با سلام، با آموزش معرفی و نصب کیف پول کوینومی در خدمت شما هستیم. کیف پول کوینومی یکی از کیف پول‌های شناخته شده ی ارزهای دیجیتال در بین کاربرانه. این کیف پول از ست ها ارز دیجیتال و توکن های مختلف که معروف ترین اونها آلت کوین ها هستن پشتیبانی میکنه. ساخت کیف پول کوینومی رایگانه و با انجام چند مرحله ساده به راحتی میتونید این کیف پول رو ایجاد کنید. همچنین این کیف پول مثل کیف پول تراست والت کلمات بازیابی در اختیارتون قرار میده که با استفاده از این کلمات به راحتی میتونید کیف پول خودتون رو بازیابی کنید. قبل از شروع آموزش بهتر این نکته رو یادآوری کنم که مثل آموزش های قبل تمامی لینک ها و پیش نیاز های آموزشی لازم در خصوص نصب و اجرای این کیف پول در زیر این ویدیو برای شما کاربران عزیز قرار داده شده. ما در این ویدیو نصب کیف پول کوینومی در نسخه های iOS رو به شما آموزش میدیم، اما فرایند نصب در نسخه های اندرویدی هم به همین صورته. توجه داشته باشید که این کیف پول رو تنها از سایت رسمی کوینومی، اپ استور، گوگل پلی و سایر سایت های معتبر دانلود کنید تا در آینده برای استفاده از اون دچار مشکل نشید. برای شروع باید به اپ استور مراجعه کنید و از منوی سرچ عبارت کوینومی والت رو سرچ کنید. همونطور که ملاحظه می کنید آیکون برنامه کوینومی به همین صورته. برای دانلود برنامه باید گزینه گت رو انتخاب کنید. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردید باز می کنیم و در صفحه اول دو گزینه رو مشاهده می کنیم. اگر قصد ایجاد یک کیف پول جدید رو دارید باید گزینه Create New Wallet رو انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Create New Wallet در صفحه بعدی اخطاری از جانب کوینومی دریافت می کنیم که کیف پول کوینومی به ما اخطار میده که در صورتی که کلمات بازیابی خودتون رو گم کنید دیگه نمیتونید کیف پولتون رو بازیابی کنید و در واقع تمام دارایی شما از بین میره. دقت داشته باشید که این عبارات رو باید به طور کامل و به ترتیب در قسمت یادداشت کنید و از اون به خوبی نگهداری کنید. بعد از اینکه این کلمات رو در قسمت یادداشت کردید وارد مرحله بعد میشید. در قدم بعدی شما کلمات بازیابی کیف پولتون رو مشاهده میکنید. تیک رو انتخاب میکنیم و به مرحله بعد میریم. در صفحه بعدی شما برای استفاده روزانه از کیف پولتون باید یک کلمه عبور وارد کنید. این پسورد باید بین 10 تا 28 حرف باشه. کلمه عبورتون رو وارد میکنید و مجدد اون رو تکرار میکنید. در مرحله بعدی شما میتونید کوین های مختلفی رو به کیف پول کوینومی خودتون مطابق همین ویدیو اضافه کنید و گزینه مثبت رو انتخاب کنید. در مرحله آخر باید با شرایط و قوانین کیف پول کوینومی موافقت کنید تا کیف پول شما ایجاد بشه. خب، با انجام چند مرحله ساده کیف پول شما ایجاد شد. همونطور که در ویدیو مشاهده می کنید صفحه اصلی کیف پول شما به همین صورته. اگر روی علامت مثبتی که در پایین صفحه سمت راست قرار داره کلیک کنید مشاهده می کنید که شما میتونید کوین ها و توکن های جدیدی رو به کیف پولتون اضافه کنید. به طور مثال برای اضافه کردن یک کوین جدید کافیه گزینه اد کوین رو انتخاب کنید. در این قسمت شما میتونید از بین ارزهایی که مشاهده میکنید ارز مد نظرتون رو انتخاب کنید. به طور مثال برای اضافه کردن ارز داش به لیست ارزهای کیف پول کوینومی کافیه که این ارز رو انتخاب کنید. در قدم بعدی باید پسوردی که در ابتدا انتخاب کردید رو وارد کنید و گزینه آنلاک رو انتخاب کنید. خب، همونطور که ملاحظه میکنید میبینید که ارز داشت به لیست ارزهای کیف پول کوینومی ما اضافه شده. اگر روی گزینه سه خطی که در بالای صفحه سمت چپ قرار داره کلیک کنید یک منوی جدید براتون ظاهر میشه. در قسمت نالج بیس شما میتونید به پایگاه اطلاعاتی و آموزشی کوینومی دسترسی داشته باشید. در قسمت ادرس بوک شما میتونید مثل ذخیره کردن مخاطبین در گوشی تلفن همراه آدرس کیف پولی که انتقالی رو به اون انجام دادید ذخیره کنید. بخش بعدی مربوط به تنظیمات کیف پول کوینومیه. گزینه سیتینگز رو انتخاب میکنیم. قسمت اول گزینه اکسچنج ریت که در این قسمت شما میتونید ریت تبدیل کیف پول کوینومی رو مشاهده کنید. در قسمت دوم اگر تیک دیسیبل پروموشنال بنرز رو انتخاب کنید در واقع شما تمام بنرهای تبلیغاتی کیف پول کوینومی رو غیر فعال میکنید. با انتخاب گزینه دیسیبل اسکرین پریویو شما میتونید پیش نمایش برنامه کوینومی رو غیر فعال کنید. همونطور که در ویدیو مشاهده میکنید صفحه نمایش کوینومی برخلاف سایر اپلیکیشن ها سفیده و هیچ چیزی از اون قابل مشاهده نیست.
با فعال کردن گزینه هاید بالانس شما میتونید نمایش موجودی یا بالانس کیف پولتون رو غیر فعال کنید. خب در تنظیمات برنامه کوینومی ما آدرس بوک رو دوباره داریم که دقیقاً همون آدرس بوکیه که در ابتدا براتون توضیح دادیم. اما در قسمت ایمپورت و یا اکسپورت دیتا شما میتونید از اطلاعات آدرس بوکتون بکاپ بگیرید. در بخش منیج والتس هم شما میتونید کیف پولهای خودتون رو مدیریت کنید. به طور مثال برای کیف پولتون میتونید یک نام انتخاب کنید. ما در این ویدیو نام P98 رو انتخاب میکنیم. شما میتونید برای کیف پولتون یک نام انتخاب کنید، کیف پولتون را حذف کنید و یا از کیف پولتون بکاپ بگیرید. همچنین اگر روی علامت مثبتی که در انتهای صفحه سمت راست قرار داره کلیک کنید، با انتخاب گزینه Create New Wallet شما میتونید یک کیف پول جدید ایجاد کنید و مراحل ایجاد یک کیف پول رو باید مجدد تکرار کنید. در بخش اسپورکیز تنظیمات کیف پولتون هم شما میتونید کیف پولتون رو بازیابی کنید. خب برای دریافت ارز دیجیتال از دیگران باید در صفحه اصلی روی ارز مد نظری که قصد داریم دریافت کنیم کلیک کنید. به طور مثال ما در این ویدیو قصد داریم ارز بیت کوین رو دریافت کنیم. روی ارز بیت کوین کلیک می‌کنیم. سه تا گزینه مشاهده می‌کنیم: گزینه ریسیو، بالانس و سند. برای دریافت ارز باید گزینه ریسیو رو انتخاب کنیم. خب همینطور که در این صفحه مشاهده می‌کنید، یه آدرس کیف پول و یک QR کد در اختیارمون قرار می‌گیره. با انتخاب گزینه کپی که در بالای صفحه قرار داره، آدرس کیف پول ما کپی میشه. همچنین اگر گزینه شیر که در پایین صفحه قرار داره رو انتخاب کنیم، میتونیم QR کد و آدرس کیف پولمون رو شیر کنیم. در کیف پول کوینومی سه نوع آدرس مختلف برای دریافت ارز وجود داره: آدرس دیفالت، آدرس کامپاتیبیلیتی و آدرس لگاسی. خب همونطور که مشاهده میکنید، آدرس های دیفالت آدرس های پیشفرض کیف پول کوینومی هستن که با BC1 شروع میشن و میشه گفت یکی از کارآمدترین نوع آدرس ها هستند. آدرس کیف پول های کامپاتیبیلیتی با عدد 3 شروع میشن و معمولا با همه سرویس ها و کیف پول ها سازگار هستن. اگر امکان استفاده از آدرس کیف پول پیشفرض برای شما وجود نداره، میتونید از این آدرس استفاده کنید. و در آخر آدرس کیف پول لگسی با عدد 1 شروع میشه و مخصوص برخی از کیف پول هاست که تنها همین آدرس رو قبول میکنند. برای ارسال و انتقال یک ارز دیجیتال کافی گزینه سند رو انتخاب کنید. در قسمت تو باید آدرس کیف پول مقصد که قصد داریم انتقال رو به اون انجام بدیم وارد کنیم. توجه داشته باشید که هر ارز آدرس مخصوص به خودش رو داره. به طور مثال اگر شما قصد دارید بیت کوین انتقال بدید، باید آدرس کیف پول بیت کوین رو وارد کنید. در غیر این صورت ارز شما در شبکه گم میشه و امکان دسترسی به اون دیگه وجود نداره. آدرس کیف پول مقصد و مقداری که قصد داریم انتقال بدیم رو وارد میکنیم و گزینه که دان رو انتخاب میکنیم. و در مرحله بعد شما به راحتی میتونید ارزتون رو انتقال بدید. در قسمت بالانس شما میتونید دارایی ارزهای خودتون رو مشاهده کنید. همچنین اگر شما انتقالی انجام بدید، در این قسمت میتونید وارد جزئیات انتقالتون بشید و ریز اطلاعات تراکنشتون رو مشاهده کنید. خب ما در این ویدیو به طور کامل کیف پول کوینومی رو به شما معرفی کردیم و به شما آموزش دادیم که چطور در این کیف پول میتونید واریز و یا انتقال انجام بدید. برای خرید و یا فروش ارز دیجیتال شما میتونید از مجموعه P98 استفاده کنید و در کمترین زمان ممکن انتقالتون رو انجام بدید.